چی بود؟ نوشته بود که من مثلا میدونم لیاقتت هست پزشکی، میدونم که موفق. خب چرا بهت نداده بود اون وقت؟ خب اگه میداد و اتفاق نیفتاد، این اتفاق نمیافتاد قطعا. فکر کنم تنها کسی که ایمان داشت میاری خودم بودم که آبان استوری کردم. نه خب خانواده‌ام خودم هم میدونستم، چون در صورت وضعیتم خوب بود در طی سال. آفرین. میدونستم که میشه و اگه 1% شانس به من کمک کرد، چون من تلاش کردم. آفرین. شانس همواره یه جمله میگفتیم پارسال. همراه کسی است که زیاد تلاش میکنه. آقا اون موزیک آماده شد واسه ما پخش کنی؟ همیشه آخرش قشنگه. ذهنای آماده، افراد تلاشگر، شانس. اگه من 2 ماه آخرام ول می‌کردم نمی‌خوندم، شاید دوستای داشتی پارسال پا به پات بیان ولی شل کنن و بذارن کنار بازی رو. هر چی دو رفیق داشتم من که نشستیم با هم دیگه، ایشون قبلا شب فقط من خوشم. فقط تو بین رفیقات. گفتم 7-8 نفر بودیم فقط. یه رفیقم امسال داری پیش منه و من از همونجا آرزو می‌کنم. پارسال هم بود سهند. سهند. که یه حرکتی سهند بزنه سالوی بیمارستان ببین، چون داره شاخه شاخه میشه. اینا دیگه پزشکای اسبق و اسابقون و اسابقون بیمارستان قدیمیای بیمارستان سال به سالم داره اضافه میشه و من یقین دارم و امید دارم و مطمئنم 1400 مال ماست. ببین ما پارسال اصلا فرایند آزمون رو به این سبک من میگفتم به بچه ها انجام بدن. یادتونه بهتون گفتم آقا بعد مثلا اول ادبیات رو بزن، عربی رو بزن، دینی رو بزن، ولی قلبم میدونستم آقا نمیشه این کارو کرد واقعا تا ابزارش نمیشه. آقا این آدمه بشینه 400 تست پشت سر هم بهتون میگفتم، میگه 400 بزنیم که عادت بکنیم، ولی ابزارش رو نداشتیم. وقتی هم میخواستیم فرآیند جمع‌بندی رو آغاز کنیم، خب تو آزمون جمع بعد وقتی بزنی که دهمت بسته شده، 11 بسته شده، 12 بسته شده و این به تاخیر داشت میافتاد، ولی خدا رو 100,000 مرتبه شد با تجربه موفقی که دیمک در دیماه داشت. یه سری نقصا بود توی دونه آزمون، مثلا درک مطلب متنش نیافتاده بود، توی دونه آزمون سر ریدینگ یه دونه اضافه تر افتاده بود، ولی اون نقصا رو توی پک جدید واسه پایه برطرف کردیم. خیلی بچه‌ها پیگیری کردن واقعا، از زحمات تک تکشون تشکر میکنم که خیلی زمان زیادی پای این پک گذاشتن که ایشالله استفاده بری. و اون اتفاق بعدیه که میخواییم تستا رو دونه دونه هر روز قرار بدیم، که اون دیگه یه چیز اصلا عجیب غریب و هیولاتریه که امیدوارم اون اتفاق واسه تک تکتونم رقم بخوره و به اون نتیجه ما برسیم. میشه پخش کنی؟ آماده شد؟ هر وقت آماده شد به من یه اشاره بکن که داشته باشیم اونو. هر چی دوست داریم این بچه ها بگو. الهام بخش ترین، خوش شانس ترین، خدا بیشتر از همه تو رو دوست داره و خوش قسمت ترین، خیر ترین نتیجه واسه تو رقم خورد دیگه. هر چی دوست داری بگو. هر چی این سختی این 4 ماه بیشتر باشه، لذت و موفقیت هم بیشتره. آفرین. یعنی بیشتر حال میکنی، بیشترش میکنی. اون موقعی که عشق از خوشحالی میاد، عشق خودت هم عشق ریختی؟ ریختم واقعا. واقعا خوی مرد انقدر آخه یه اتفاقی کشیده. بود یه اتفاقی بود که 1% احتمال داشت بیفته، چون خودتونم گفتین احتمالش خیلی کمه. به من خودم میدونستین یه با این رتبه احتمالش خیلی کم بود، ولی این اتفاق افتاد، چون من بسته بودم اصلا روی فیزیوتراپی دیگه. مثلا میرو رفته بود زمینم نزده بودم و گفتم فیزیو سمنان میرم اینجا، مثلا سمنان که من بغل گوشمون نمیخونم همینجا سمنان میرم میام. و این اتفاق وقتی افتاد کاش یه دوربین بود اونجا مثلا. از چی شد حالا تجسم کنیم چی شد؟ مثلا بالا پایین میکردی؟ خوشحالی بعد گل دیگه اونجوری دیگه. خب پدر مادر؟ بابام نبود، مامانم بود. مامانم خیلی خوشحال شد. بعد حتی مامانم وقتی زنگ زد مادر بزرگم اونجا، حتی مادر بزرگم گریه کرد. خواهرم که اصلا یه رب داشت گریه میکرد، که حتی زنگ زد به شوهرش هم اون بنده خدا فکر کرد اتفاقی افتاده، سریع اومد خونه دید نه خدا خودشو رسون خونه، اصلا نمیتونه صحبت کنه، فقط داشت گریه میکرد. بعد که اومد و دید آره اینجوری شده، خیلی اتفاق خوبی بود دیگه. هر چی سختی الان بیشتر باشه، هر چی بیشتر به خودتون سختی بدین، زحمت بدین، اون خوشحالی بعدش، اون لذت بعدش هم قطعا خیلی بیشتره. ان شاءالله که این اتفاق واسه تک تکتون رقم میخوره. من اینو یقین. چقدر خاطره داری از اردوهای مرگ، از فضایی که بود. خودم بعضی وقتا داخل هنسفری مثلا گوش میکنم، حتی مثلا گریه هم میگیری آهنگو. چقدر سختی کشیدی؟ پرتنشترین کنکور تاریخ، عقب جلو، کرونا، داستان، خیلی سخت بود، ولی خب خدا رو شکر. دمت گرم. واقعا دمت گرم. واقعا دمت گرم. آخرش قشنگه واسه همتون، آخرش واسه تک تکتون جذابه و یقین دارم اون اتفاق دلخواه واسه تک تکتون رقم میخوره. هیچ چیزی نشدنی نیست، همه چیز شدنیه.
واسه اونی که واقعا زحمت بکشه، واسه اون آدمی که آخرش یه من میمونم یه تو، هیچی نمونده. اون رفیقایی که میگفتن نمیشه و نمیتونی و واقعا این تصمیمی که من گرفتم و خیلی آخر فامیل حالا دوست آشنا بودم برای چی انسان حسابش هستی؟ چون کلا پزشک داخل خاندان نداشتیم. نداشه اولین پزشک خاندان عباسی. دقیقاً. اولین نفر من بودم و اینکه خیلی گفتن نمیشه و مثلا برای چی نشستی میرفتیم مثلا همینجوری